موضوع سخنرانی که به بنده واگذار شده تا اونجایی که گفتن کافکا و دین هست. کافکا نویسنده است، جهانی داره، آثاری داره، نوشته هایی داره، نامه هایی داره، یک جهان کلیت تا حدودی دسترس ناپذیر و تا حدودی دسترس پذیر، و دین یک مفهوم بسیار وسیع و کلی است که ما اگر قبلن در سر این دوتا به یک توافقهایی نرسیده باشیم نمیتونیم رابطه اینها هم پیدا کنیم. پیش از هر چیز من عرض میکنم که این موضوع به من واگذار شده و نهایتا نتیجه نهایی که خود من گرفتم این هست که کافکا و آثار هنری کافکا ارتباطی به دین به مفهوم امید به آخر از زمان و جهان دیگر و اعتقاد به جهان دیگر نداره. مسئله کافکا اساساً مسئله این جهان است. هرچند تفسیرهای دینی درباره کافکا زیاد است. کافکا یک جمله خیلی مشهور و معروفی داره که شاید شنیدید: من نه همچون کیرکگور به دستهای رنجور مسیحیت در آویختم و نه همچون صهیونیست ها به عبا و قبای خاخام های یهودی. کافکا در محیطی زندگی میکرد در امپراتوری هابسبورگ، امپراتوری اتریش مجارستان در دهه های اول قرن بیستم، که در اونجا یک اجتماعی از یهودیان به نام یهودیان اروپایی که غالبا آلمانی زبان بودن و تو خونه هم عبری صحبت نمی کردن و روشنفکر بودن در بین اونها بود و از علایقی مثلا به تئاتر خاص یهودی ها به نام تئاتر یدیش و زمزمه هایی که امیدهایی که بعضی از یهودی ها بسته بودند به صورت آرمانی به یک چیزی به نام سیونیزم، به ویژه با توجه به این که دوستی به نام ماکس بروت داشت که بیوگرافی نویسا به عنوان نزدیکترین دوست کافکا معرفی کردن و این دوست علاقه سیونیستی داشت، از این مسائل نمیتونست مبرا باشه یا دچار وسوسه و یا جذبه به این محافل نشه. اما در نهایت کافکایی که ما در قصر یا دسلوس میبینیم که بعدا اگر فرصت باشه در بارش توضیح میدن، کافکایی که در محاکمه و در دادرسی و در آثار هنریش میبینیم هیچ ارتباطی به مسائلی که در فرقه های عرفانی یهودی از جمله فرقه کاباله یا فرقه حسیدی یا صهیونیست ها مطرح می کنن و یا فرقه های عرفانی که در اون زمان فرض به فرقه تئوزوفی رودولف اشتاینر که بسیار طرفداران و حامیان زیادی پیدا کرده بوده و مثل فرض کنیم امروز که یک مرتبه یکی پیدا میشه جو زمانه رو برای یک مدتی میگیره و به قول حافظ یک دولت مستعجلی زودگذری به وجود میاره، فواره بلند میشه و سریع هم سرنگون میشه. در اون زمان یکی از این دولت‌های مستعجل عارفی بود، فیلسوفی بود به نام رودولف اشتاینر که اگر به یادداشت‌های روزانه کافکا رجوع کنید و همینطور به کتابی که در دهه 50 نوشته شده به نام دسپریش میت فرانس کافکا یا گفتگو با فرانس کافکا که این کتاب یک
فردی که در زمان حیات کافکا با کافکا صحبت های کرده، صحبت های شفاهی کافکا رو در این کتاب نوشته، متوجه میشید که کافکا چقدر خودش رو در قبال زمزمه هایی که صحبت از رستگاری و نجات و امید بستن به عوالم رهایی غیبی و غیر ذالکی که اساس بسیار از ادیان و مذاهب، کافکا اینها رو رد نمی کنه. نه ملحد هست، نه کافر هست، بلکه میگه من در میله های آهنی خودم محصورم، من در ذهنیت خودم محصورم و من نمیتونم نه متشرع باشم نه متعارف باشم و اساساً نسبت به این زمزمه ها بدبینه و در اونها نوعی فریب میدینه، نوعی فریب یا خودفریب میدینه. این مقدمتاً عنوان نتیجه خدمتتون عرض کنم. حالا ما اساساً چرا مسئله‌ای که برای مسئله ارتباط کافکا و دین از کجا به وجود آمده و چه انگیزه چنین چیزی رو، البته نه صرفاً به عنوان موضوع سخنرانی من، بلکه در تفسیرهای متعددی که از آثار کافکا میشه، همیشه تفسیرهای دینی هم یک جای خاصی داره. اساساً هیچ کمتر نویسنده‌ای رو میتونیم ببینیم که به اندازه کافکا تفسیر پذیر باشه. اساساً نوشته های کافکا همینطور که یکی از مفسران به نام کافکا به نام والتر بنیامین حدس زده، تجدید فرم اسطوره و فیبل و تمثیل در ادبیات جدید و این بنا به یک ضرورتی انجام شده. چرا ادبیات کافکا شکل تمثیل داره، شکل اسطوره داره، یک و یک جور زبان خاص دینی داره؟ والتر بنیامین یکی از منقدان ادبی، منقد بسیار به نظر من دقیق و ژرفکاری بود که متاسفانه حوادث و وقایع سالهای 1900 و اوائل دهه 40 قرن 20، احتمالاً سال 1943-44 بود که در سن 40 سالگی چندان عمری نکرد و در حال گریز بود از فرانسه در کوههای پیرنه، چون آلمانی ها فرانسه رو اشغال کرده بودند و یهودی ها رو تعقیب می کردن. والتر بنیامین از بیم دستگیری فرار کرد که از کوههای پیرنه بره به ایتالیا. اونجا پلیس بهشون اجازه خروج نمیده. والتر بنیامین به یک طریق مرموزی میمیره و طبق گزارش هایی که ترس بین هانا آرند که از نزدیکان نزدیک والتر بنیامین بوده میده، والتر بنیامین در واقع خودکشی میکنه و ترجیح میده به دست نازی ها نیفته. در واقع نازی ها یکی از نوابغ بزرگ که کاملا مشهود هست از آثار و جرقه های تابناک فکری که در زمینه های مختلف از والتر بنیامین باقی مونده، میتونست در آینده فرد بزرگی بشه، منتقد بزرگی بشه. نازی ها این رو به قربانیان بیشمار دیگر خودشون اضافه میکنند. یک نکته والتر بنیامین در یک نقدی تفسیری والتر بنیامین در باره آثار فرانس کافکا داره که من فقط کلا میتونم بگم شما رو به این تفسیر ارجاع میدم که احتمالاً ترب فارسی هم ترجمه شده در کتابی به نام نشانه به رهایی که آقای بابک احمدی هم ترجمه کردن این کتاب. والتر بنیامین به یک نکته اشاره میکنه. داشتیم درباره
هوای دینی آثار کافکا صحبت می‌کرد، این که هوای آثار کافکا یک نوع هوای روستایی است و این همون هوایی است که آثار تمام بنیانگذاران ادیان در این فضا شکل می‌گیره. من به چند تا از تفسیرهای مختلفی که شده درباره کافکا و اشاراتی به تفسیرهای دینی دارن نقل قول میکنم. نظر خودم گفتم در یک کلام این هست که کافکا اساساً به اون مفهومی که فرض کنید گروتسینگر گرشولن شوله میگه و بعضاً والتر بنیامین اشاراتی داره، مفهوم شدیداً معتقد هست که آثار کافکا اساساً بازگفت سکولار عرفان کاباله یا کابالیش یا حسیدیس یا بعضی از آرمان‌ها و ایده های آخر از زمانی مسیح یا دین یهود هستن، من چنین چیزی رو ندیدم. اکثر این مفسران یک نکته مشترکی دارن که آثار کافکا رو یک به یک باز نمی کنن و اشاراتشون کلیست، یعنی درباره آثار حکم میدن و نقدشون یک نقد کاملا تکنیکی و علمی است که فرض کنید داستان داوری رو باز کنن، ساختار این داستان رو بشکافن، شخصیت پردازیش رو بررسی کنن و در درون خود این متن آنچه رو که استنباط میکنن از درون خود متن کشیده باشن بیرون. بیشتر تفاسیر دینی درباره کافکا تفاسیر برون متنی است. من نمیگم غلط هست و به هیچ وجه تفاسیر برون متنی رو منکر نیستم. خودم هم که از کتاب سیری در جهان کافکا از تمام عواملی که ممکن است ما رو به جهان کافکا وارد کنه، از ریسترین یادداشت‌های خصوصیش، نامه به اشخاص، نامه به زنهای زندگیش، یادداشت‌های روزمرش، اون چی که میخواسته آتیش بزنه نابود کنه و از به وسیله دوریادیمانت و ماکس بروت نجات پیدا کرده، با توسل به همه اینها وارد جهان کافکا شدیم. و من منکر تفسیرهای به طور کلی برون متنی نیستم، اما تفسیر برون متنی باید یک جوری خودش رو با شخصیت نویسنده پیوند بده. شما وقتی که یادداشت‌های روزانه خود کافکا رو بررسی میکنید، بالاخره اینها سخنانیست که از دهان خود کافکا، از ذهن خود کافکا بیرون اومده. هرچند موریس بلانشو میگه به اینها اعتماد نکنید، کافکا حتی در نوشتن یادداشت‌های خصوصیش کاملا خودش نبوده. موریس بلانشو نکته جالبی در باره کافکا ویژه در رابطش با زنها میگه، میگه کافکا با دیگری همواره دگر بود. کافکا هرگز شخصیت حقیقی خودش رو حتی به میلنا که بسیاری از زندگی نویسان کافکا معتقدن تنها کسی بود، یعنی زنی بود که کافکا با تمام وجود روح خودش رو در برابر اون عریان کرد و به اون اعتماد داشت، باز کافکا به ملاحظه شخص مقابلش خودش رو کاملا عیان نکرد. تفسیرهایی که درباره کافکا هست، به قول سوزان سانتز در اون مقاله معروف علیه تفسیر، تفسیرهایی که درباره سوزان سانتز هست درباره کافکا هست، سه لشکر بزرگ سانتز برمی‌شمره و به شدت با این گونه تفسیرهای ولنگوباش و خودرایانه در باره کافکا و به طور کلی تفسیر و هرمنوتیک مخالفت میکنه. تفسیرهای اجتماعی درباره آثار کافکا که غالبا برانند که در آثار کافکا از قدرت و بوروکراسی و دیوان سالاری خشک و تمامت خواهی و آهنینی صحبت میشه
که در زمانه ما در تمام نسوج و روابط انسانی در زمانه در دوران مدرن در غرب احاطه پیدا کرده یه سری تفسیرها هستن. تفسیرهای روانکاوانه آثار کافکا که غالبا بر رابطه کافکا با پدرش تاکید میکنن و مسائلی چون عقده ادیپ و غیر زالت رو پیش میکنن، یه لشکر دیگه از تفسیرها رو شامل میشن. تفسیرهای متافیزیکی یا ما بعد طبیعی که امروز مورد بحث ماست، باز یک لشکر دیگری از این تفسیرها رو تشکیل میدن. آیا ما با این تفسیرها چه بکنیم؟ این پرسش سوزان سانتاک هست. با این انبوه تفسیرها، با این نفور تفسیرها چه باید کرد؟ واقعا این مشکل برمیگرده به تفسیر پذیری خود کافکا. کافکا خودش شخصیتیست بسیار تفسیر پذیر و آثارش تفسیر پذیر. من به چند مفسر گفتم اشاره میکنم. یکی از مفسران کافکا که بسیار دقیق آثارش رو بررسی کرده موریس بلانشو هست. موریس بلانشو معتقد هست که اساساً کافکا ویژگی آثار کافکا بازنمودیست از ویژگی های خود شخص کافکا. این ویژگی ها ویژگی هاییست که عیان، گاهی عیان و گاهی نهان هستند. اما مسئله صرفا یک نوع حدیث نفس و بازگو کردن ویژه های شخصی نیست. کافکا از اشتکاک ویژگی های شخصیش با مقررات، با قوانین، با اون چیزی که به طور کلی میتونیم تحت یک عنوان به نام قدرت نامگذاریش کنیم، به عقیده بلانشو صحبت میکنه. به عقیده بلانشو جوهره آثار کافکا استکاکیست بین شخصیت و خود بودن و خود بودن و استقلال شخصیت و نیروهای بیرونی که مانع این خود بودن است. بلانشو بران است که کیرکگور یک تکلیف خودش رو با این مسئله روشن کرده بود و ویژگی ها رو به درون خودش و به باطن خودش سوق میداد. اما کافکا نمیتونه به درون خودش عقب نشینی کنه، چون در اون صورت دچار خودفریبی وحشتناکی میشه که این خودفریبی حاصلش یک نوع شرمساریست که در واپسین جمله محاکمه، یعنی حتی بعد از این که جوزفتا به وسیله دشتیمان کشته میشه، اون شرمساری هنوز به جای خودش باقیست. جوزفتا رفته و البته این داستان جوزفتا و سلاخی جوزفتا در واپسین صحنه محاکمه خودش جای تأمل داره. من فقط به یه نکته از قول موریس بلانشو اشاره میکنم که این شرمساری باقی میمونه. این شرمساری استکاف وجود حقیقی و ویژگی‌های حقیقی است که در وجود قهرمان هست با دنیای بیرونیش. اگر تفسیر موریس بلانشو رو ادامه بدیم، شاید من نمیدونم چقدر وقت داریم، زمان داریم. من به ماکس برود، وارد تفسیر ماکس برود میشم. ماکس برود از جمله دوستان بسیار نزدیک کافکا بوده. البته تا اینجا اگر صحبتی هست داری که خیلی خوش نشه، صحبتی، سوالی، گفتگوی راهنمایی هست، من در خدمت شما حاضرم، یا در هر زمانی میتونید صحبتهای من رو قطع کنید و سوال مطرح بفرمایید. یا در ادامه بدم. ماکس برود یک یهودی معتقد به آیین یهود و صهیونیسم است. در دانشگاه تل آویو کرسی استادی داره. همچنین گرشون شلم هم استادی است در دانشگاه تل آویو که
عرفان یهودی رو درس میده، اما دور هست از عالم سیاست حقا و میترسه آدم امروزه واقعا مطرح کردن بعضی از مسائل باید با احتیاط رفتار کرد، چون فوراً سوء تفسیرها سوء تعبیرها ممکنه انجام بشه. به هر حال مجبور از دوستان صمیمی کافکا بوده، ولی همونقدر که صمیمی بوده به قول بعضی از مفسران از کافکا دور بوده و در یادداشت‌های خصوصیش هم کافکا بارها و بارها اشاره میکنه که من و ماکس بلود به دو دنیای کاملا متفاوت تعلق داریم. و از جمله شواهد این جدایی هم این هست که هرگز ماکس بلود و کافکا نمیتونن یک اثر مشترکی با هم بنویسن، اگرچه در این زمینه تلاش میکنن و یک رمان نیمه تمامی هم به نام ریچارد و ساموئل باقی مونده که قسمتی از اون رو به اتفاق هم میزن، ولی به علت اختلافات شدیدی که بین اینها از نظر سبک دیدگاه جهانبینی وجود داشته هرگز تمام نمیشه. ماکس بلود اصرار زیادی داره که آثار کافکا رو تفسیر متافیزیکی و ما بعد طبیعی کنه. حرف ماکس بلود چی هست؟ من برای اینکه خیلی سر شما رو درد نیارم، بسیاری از گفته‌های ماکس بلود سایر مفسران دینی کافکا از جمله فرض کنید مارتین بوبر یا برنارد رانگ تکرار میکنن. یکی از دلایلشون اشاره به رمان قصر و فرودستگی قصر نسبت به قهرمان داستان است. در قصر شما میبینید که مساحکا به شدت فعاله، ولی زعمای قصر، متولیان قصر به شدت مردم گریز، کثیف، آلوده و پنهان و منفعل و بی‌خاصیت. به هیچ چیزشون اعتماد نمیشه کرد. یکی از صحنه‌های جالب رمان قصر صحنه مکالمه تلفنی هست که قیام‌ها رو مخشوش می‌کنه. مکالمه تلفنی که جوزفکا می‌خواد یک جوری با قصر تماس بگیره. چرا جوزف معذرت می‌خوام، من اشتباه کردم، باید بگم مساحکا، چون جوزفکا یوزفکا قهرمان محاکمه است. که در یا کی در قول انگلیسی ها کی فیلم محاکمه اورسون ولز رو حتما شما ملاحظه فرمودید که تلفظ جوزفکا رو جوزف کی میکنه. در رمان قصد بسیاری از خصوصیات بازگفتیست از علویتی که در عرفان یک فرقه های عرفان یهودی مجسم میشه. به عنوان مثال در یکی از فرقه های عرفانی یهودیت کاباله، که من ادعای زیادی ندارم در کارشناسی تخصص در این زمینه ها دورادور این رو میدونم که تصویر جهانی از جهان الوهیت و این به اصطلاح ساحت یهوه بر ما عرضه میکنه که میگه اگر تمام جهان خودشون رو در برابر ساحت مقدس و باشکوه یهوه چاک چاک کنن، هیچ اعتنایی به انسان نداره. خداییست یا ساحتیست دور از دست رست و هرگز خودش رو مستقیمن اینجور که فرض کنید شما در مسیحیت میبینید ملکوت الهی در درون شماست، یا در دین اسلام قربت و نزدیکی خدا از شهرگ گردن به ما نزدیکتره وجود نداره.
نسبت اون منشأ الهی با عالم انسانی یک نسبت ذی مراتب است، شبیه پرتو نوری است که شعاهای مختلفش در مراتب مختلف بازتابیده میشه از مافوق به مادون طی یک سلسله مراتب تا میرسه به مادونترین مرحلش که بشر و انسان و طبیعت باشه. این بشر هرگز با اون منشأ اصلی رابطه پیدا نمی کنه. مراتب مختلف حالت میدیوم و به اصطلاح نامرسان و پیکهایی دارند که ما در آثار کافکا جای جای فرسنی در پیام امپراتوری یا دفتری بعدی میبینی که پیکها نقش عمده‌ای بازی میکنند. بنابراین تفسیر میکنند که این تصویری که در قصد ما مشاهده میکنیم تصویریست از جهان نو افلاطونی عرضه شده در برخی از مکاتب عرفانی یهود. حتی این یکی از مفسرین میگه که در خود والتر بنیامین، والتر بنیامین که با ماکس برود مخالفت میکنه اما خودش هم صبغه های دینی و مذهبی در آثار کافکا میبینه. والتر بنیامین دو سه تا داستان تلمودی از تلمود که یکی از آثار مقدس یهودی هاست نقل میکنه به شباهت بسیار زیادی بین این داستان هایی که در تلمود هست و ماجرایی که در قصر میبینیم رخ میده. از جمله داستان تلمودی شاهزاد خانم تبعیدی است در جایی که تبعید شده در شهری که زبان مردم اون شهر رو نمیفهمه و مردم اون شهر هم زبانش نمیفهمن و همواره منتظر یک پیام رهگشا و یک به قول حافظ پی که فرخ پی هست که بیاد و فروبستگی، اون فروبستگی در خود کلمه در شلوس یا قصر هست گشوده کنه. اون کسی که قرار بیاد طبق اون داستان تلمودی مسیح موعود هست، اون شاهزاده خانم روح هست و اون دهکده جسم و طبیعت هست. اشارات البته والتر بنیامین این مسئله رو از مفسران دیگری نقل میکنه و به نحوی که ما حالا تایید نمی کنیم که درست بیانه، اولی تطابق عجیبی وجود داره بین این داستان تلمودی و ماجرایی که در قصر رخ میده. همونطور که عرض کردم یک سی که مساقها باشه فعالترین شخصیت تمام آثار کافکا است، شخصیتی که انفعال و یک سیگی رو کنار میذاره و یک نوع مبارزه پیگیر و بی امان رو برای دستیابی و دسترسی و حتی دستیازی و چنگ زدن به اون ساحت دستی که در آغاز رمان قصر میگه در پشت برفا پنهان بود و چیزی از آن دیده نمیشد دائما در تلاش برای رسیدن به اون. مراتب مختلفی که توصیف میشه در عرفان کاباله بین اون مبدأ اعلا و از اعلا تا مادون، مراتب پایینی مراتب بسیار کثیف و آلوده‌ای هستند شبیه صحنه هایی که در به اصطلاح آثار کافکا می‌بینیم، صحنه هایی که مربوط به زنان میشه و ارتباط با زنها در آثار کافکا میشه. داستان های زیادی هست که در تلمود و در آثار مذهبی این شباهت رو بر ما تداعی میکنه که کافکا در قصر واقعا میخواد یک بازگفتی از به اصطلاح آنچه که در دین عرفان یهودی هست نشون بده. یکی از مفسران دیگر
که من در اینجا اسمش رو نوشتم که یادم نره و قول من سوادم و همراه خودم داشته باشم، مارتین بوبر. مارتین بوبر هم از متفکران بزرگ یهودی هست و رگه از فیلسوفان اگزیستانس داره و برخی از کتبش هم به فارسی ترجمه شده. در آثار مارتین بوبر ما با یک نوع سکولاریزه کردن رابطه عرفانی انسان و خدا در دین مواجه هستیم. رابطه من و او تبدیل به من تو میشه و یک کتابی اصلا مارتین بوبر به این نام داره. مارتین بوبر هم در یک مقاله ای که حالا اگر دوستان خواستن که این کتاب سیری در جهان کافکا، حال کتاب شناسیش، همه این منابع رو میتونید پیدا کنید، تفسیری میکنه که مجاب کننده تر هست، تفسیر دینی مجاب کننده است. میگه بله، از آثار کافکا میشه تفسیر دینی کرد، اما به طریق سلبی و به طریق منفی. کافکا تا مرزهای کفر پیش میره به اعتقاد مارتین بوبر. من در کتاب به اسم یادبود ایوب در جهان کافکا جهان کافکا رو بنا به دریافت شخصی خودم یک جور مرتبط با اعتراض بسیار شکوهمند ایوب در کتاب مقدس یا سفر ایوب کتاب مقدس گفتم و کتابش منتشر شده در اون دیشار قطعه حالا حمل و تبلیغ نشه، این کتاب زیاد کتاب فکر کنم اصلا الان پیدا نشه، نایاب شده باشه. میخواید پیدا ایوب، من البته خیلی شاید علاقه من باشم که شما رو برانگیزم به این که مراجعه کنید به خود کتاب مقدس و قسمتی که به نام سفر ایوب هست مطالعه کنید. من قادر نیستم در اینجا این عظمتی رو که در این متن دراماتیک بسیار بسیار کهن احساس کردم برای شما بازگو کنم. داستان ایوب در سفر ایوب غیر از ایوب مطرح شده در قرآن کریم هست. در قرآن کریم داستان ایوب چندان به تفصیل گفته نمیشه. در چهار مورد تا اونجایی که من تحقیق کردم در چهار مورد از ایوب سخن گفته میشه و از صبر ایوب در برابر وسوسه های شیطان سخن گفته میشه. داستان ایوب در عهد عتیق اصلا ماهیتا داستان دیگر است. در اونجا در واقع شیطان هست که خدا را وسوسه میکنه، نه شیطان ایوب را وسوسه نمیکنه. ایوب بنده صالح خداست، دارای کشداران وسیع، دارای قلبی پاک و نیکو و مهر و محبت به همه انسانها، دارای فرزندان صالح. هر آنچه نیکویی و حسن هست خدا به ایوب داده و ایوب هم مدام شاکر و شکرگزار خداست. این شیطان هست که خدا رو وسوسه میکنه که این شکرگزاری ایوب ناشی از لذت و خوشی و راحتی و تنعمه. اگر میخوای واقعا بدونی که ایوب شاکر تو هست و تو رو حمد از واقعا حمد میکنه، نعمتها رو از او بگیری و خدا یکایک نعمتها رو از ایوب میگیره و هر آنچه بلا و رنج هست یک جا بر سر ایوب نازل میکنه، از فقر، مطبوعیت، بیماری، ناتوانی، درد. ایوب تبدیل میشه به مجسمه تمام دردهای انسانی و در اون حالت دردمندی خودش
از بیان درد خودش به سخنگوی درد تمام دردمندان تبدیل میشه. مدافعی ایوب در برابر یهوه تو پشت ابرها نهان شده با گوشهای بسیار بی‌اعتنا و خاموش فریاد جوزف کاس، فریاد مصاب کاس. البته این تفسیر من هست که شاید یه قدری با آب و تاب بیانش کردم، اما مارتین بوبر این تفسیر رو به ایوب ارجاع نمیده، بلکه به طور کلی به این مسئله ارجاع میده که در دین مسیحیت مطلبی وجود داره به نام پولینیست که پیروان سمپول بودن که در زمان کافکا در کنار اون تئوزوفی که خدمتتون عرض کردم این فرقه مسیحی هم حاکم بوده و کلیساهای زمان در جمهوری هابسبورگ. ببینید خیلی از مسائل به مسائل اکنونی و اینجایی نویسنده مربوط میشه که در ادبیات اینها تعمیم پیدا میکنه. ادبیات در ادبیات وقتی شما دیوید کاپرفیلد رو میخونید یا فرض کنید آثار راسکولنیکوف رو میخونید یا تسلیم شدگان داستایفسکی یا مرد زیرزمینی میخونید، شما با این شخصیت ها یک نوع آیدنتیفیکیشن و همداستانی پیدا میکنید و احساس میکنید که آنچه در دل ماست اونها بیان میکنند و این کشش و جاذبه از آنجاییست که در ادبیات قدرت تعمیم مسائل اینجایی و اکنونی است. در ادبیات برخلاف فلسفه که شاید اون مفهوم رو از مفهوم شروع میکنه، از مسائل اینجایی و اکنونی، دردهای حاضر و ناظر در زمان نویسنده چارلز دیکنز حاصل قرن 19 هم روابط طبقاتی ظالمانه است که به خصوص کودکان قربانیان واقعا قربانیان برجسته این روابط بودن در اون زمان زندگی میکنه، متأثر از اینها میشه. ما امروز در یک زمان خاصی زندگی میکنیم، یک درگیری‌های در جامعه من وجود داره، در سیاست، در ارزان به حضورتون رابطه به طور کلی قدرت و ملت، رابطه مناسبات قدرت به طور کلی. وقتی میگیم قدرت حتما انجاما قدرت دولتی نیست، قدرت به اون معنای فوکوئی به اصطلاح انگلیس عرض میکنم، مناسبات قدرتی که از بالا به پایین مثل جروف مرتبطه در هم تاری و جاریه. ما در مناسبات قدرت دیگری زندگی میکنیم. حالا کافکا در یک زمان دیگه یا آدورنو در یک زمان دیگه یا چارلز دیکنز فرض کنید، داستایفسکی، ارشد که الیاستانتی، توماس و سایر نویسنده ها، اینها در خلع به وجود نیامدن. اینها مسائل وضعیات اکنونی و اینجایی خودشون با نسبت به مسائل اکنونی و اینجایی خودشون حساس بودن. تجربه فرمایید و این حساسیت اینها رو بند گرفته که قلم به دست بگیره. مسئله نوشتن خودش یک راز که چرا کسی قلم به دست میگیره و شروع میکنه به نوشتن و میخواد خودش رو منتشر کنه. نوشتن جستجوی یک مخاطب هست. این مسائل اینجایی وقت نیست. در زمان کافکا از مطلب زیاد دور نشن. به قول مارتین بوبر میگه این پولینیسم در فرقه های مسیحی شباهت عجیبی داره با عرفان کاباله. اون تا شاید مارتین بوبر از اینجایی که خودش یک یهودی است و التزامات دینی داره مسئله رو به مسیحیت وصل میکنه که ارتباط انسان با الوهیت در کلونیش به نحوی میشه که انسان یک موجود گناهکاریست که فقط خدا باید از جانب خودش به انسان فیض کنه. کشش به قول در اشاعری خودمونم یک همچین مسئله ای داریم در
حافظ میگه کشش چه نبود از آن سو چه سو کوشیدن. یعنی در سیستم قدرتی که مناسبات قدرتی که یک سرش به قول والتر بنیامین به اسطوره‌های پیشا تاریخی برمیگرده و به قول مارتین وول یک سرش به اعلی علیین قدرت یعنی بارگاه ملکوتی برمیگرده، انسان در داستانهای کافکا موجودیست ناتوان و عاجز و این عجز و ناتوانی نه از سر یأس و نومیدیست بلکه فروبستگی و کرگوشی اون بارگاه قدس و الوهیت در برابر انسان. در زمانه ما رهوی روشن میشه در دوران مدرن. من این تفسیر رو تا حدودی مجاب کننده میدونم، منتها در اینجا نمیتونم زیاد بهش بپردازم. مارتین بوبر به ویژه به واپسین یاد داشته کلمات قصار فرانس کافکا اشاره میکنه که من اینجا ترجمه کردم، البته ترجمه های دیگری هم از ترجمه های دیگری هم شده، ولی این ترجمه ای که من کردم در زمان مال خیلی وقت پیشه، اون موقع ترجمه نشده بود. این آثاری که اینجا مثلا هنرمند درست میگه اونا ترجمه کردن، من زیاد عادت ندارم چیزی که دیگری ترجمه میکنن یا ترجمه شده ترجمه کنن، اینا اون موقع ترجمه نشده بود. ترجمه هایی که الان شده بعد از این هست. کلمات قصار کافکا رو در این کتابی که به نام یادبود ایوب در جهان کافکاست ترجمه کردم. یکی از استنادات مارتین بوبر این واپسین جمله ایش که در معذرت نمیخوام برای که کلمات قصارم، کلمات قصار یه لحظه فکر کردم یاد داشتاست کافکای یاد داشتای روزمره داره، یه کلمات قصار داره، اینها رو باید با هم تفکیک کرد. آخرین جمله قصار یا گزیندویه یا افوریزم کافکا اینه: نیازی نیست که از خانه بیرون روی، پشت میزت بمان و گوش کن. نه حتی نیازی نیست که گوش کنی، فقط منتظر بمان. نه حتی نیازی نیست که منتظر بمانی، فقط یک سر بی حرکت و تنها باش. جهان خود را آنچنان که هست بر تو عرضه خواهد کرد، جز این نمیتواند کار دیگری بکند. او سرمست و بیخیش فراروی تو به پیش تاب در خواهد آمد. خب این از استنادات مارتین بوبر هست که تو باید صرفا یک انتظار یک سیلی و یک جانبه داشته باشیم. اما ما چرا اصرار داشته باشیم که حتما آثار کافکا رو تفسیرهای مذهبی کنیم؟ ما بیایم و فرانس کافکا رو از یادداشت‌های خصوصی خودش، از جهانی که در این نامه‌هایی که به انسان‌های زندگیش نوشته، از درون متن خودش بشناسیم. به نظر نمیرسه که کافکا علاقه ای داشته که این مسائل رو که در عرفان حسیدیست یا عرفان کاباله است یا مکتب سمکل مسیحیت هست اینها رو بیان کنه. فرانس کافکایی که ما میشناسیم به زور به کنیسه میرفته و حتی یک بار که دوستش مچبود اون رو به کنیسه میبره، بعد میگه من در کنیسه چیزی جز افراد شبیه آدم خورهای وحشی ندیدم. ببینید تفسیرهای مذهبی بنابراین در همون آغاز صحبتم گفتم غالبا تفسیرهای برون متنی است و غالبا تفسیرهای خشک و ترشیش است که شامل کلیه آثار و دید کلی بر سایر آثار میشه. من چند یادداشت رو از کافکا نوشتم که از این یادداشت رو ما شاید من و شما متوجه بشین که شاید متوجه بشین که مسئله کافکا اساساً عالم غیب و عالم دیگر نبوده. اگر قصر فرو بسته است،
این فروبستگی، فروبستگی انسانیست نسبت به جهان، نسبت به قدرت. یکی از مفسران کافکا میگه کافکا بزرگترین تئوری پرداز قدرت هست. ما در همه آثار کافکا شخصیتی میبینیم که با یک قدرتی در حال کشمکش هست. زبون اون قدرت رو نمیفهم، اون قدرت هم بهش اعتنا نداره، ولی نه این از دست اون رها میشه و نه اون از دست این. راه نجاتی نیست، نه از این شو و نه از آن شو. بنابراین این عنوان نه این و نه آن که در اصل من بر کتاب سیری در جهان کافکا عنوان اصلیش این بود، در یه دلائل حالا سیری در جهان کافکا شد که عنوان خیلی چیزی نیست، شاید عنوان مبتذل و کلیشه‌ای به نظر برسه. نه این و نه آن بازگفت جهان کافکاست. به قول خیام میگه قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران، راه نه آن است و نه این. جهان کافکا جهان انسانی است که به قول اریش هلر از میراث بریده. جهان یک انسان مدرن است که همه ما باشیم، همه ما مدرنیزه هستیم، حتی زمانی که با مدرنیته و مدرنیز و غرب متعصبانه ستیزه میکنیم و میجنگیم و شعار میدیم و مخالفت میدیم، نحوه مبارزمون، نحوه زبانمون، نحوه بیانمون مدرنیزه، مدرنیته، مدرنیزه شده است و مدرن هست. در جهان مدرن انسانی که در جهان مدرن بی خدا شده، از خدا دور افتاده، میخواد راه خودش رو با دیگران و با جامعه پیدا کنه. در شلوس در آلمانی یک معناش قصر هست، قلعه هست، یک معنای دیگر این واژه ارتباط به شلیسن داره. شلیسن یعنی کلوز، به زبان انگلیسی کلوز، بستن، ارشلیسن بستن، فرشلیسن بستن، انشلیسن دره گشایی و کشف و باز کردن، فرشلوسن فرو بسته. دشلوس یک معنایش که در کتاب سری در جهان کافکا بعض وقتا ترجیح دادم ترجمه میشه به بسته دژ. این دژ بسته چیست؟ خب خود کافکا در متونش برای ما این دژ بسته رو در قالب استعاره های تمثیلی بسیار قوی بیان میکنه، از جمله در پزشک دهکده. ببینید در پزشک دهکده پزشک دو خانه داره، یکی خانه‌ای که محل کسب و کارش هست و یک خوکدانی در اون خانه هست، یکی خانه‌ای که بهش فرا خوانده میشه. ما اگر به دنبال نشانه های خود متن باشیم، ما در خود متن داستان پزشک بهتره که خیلی از مفسرها اون رو جز شاهکارهای بزرگ ادبیات جهان میدونن، یک داستان حدود 4-5 صفحه، این داستان بیان یک حالت نوسان نه این و نه آن میکنه و صریحا در آخرش هم میگه در یخبندان عصر ما. پزشک دو خانه داره، یک خانه، خانه است که مستخدمش به نام روزا و یک خوکدانی در اونجاست. در این خانه لمیده، همونطور که یوزفکا در پانسیون خودش لمیده، بی گناه و بی خبر، و ناگهان مفتش ها ظاهر میشن. در پزشک دهکده هم پزشک در خانه خودش لمیده و آرمیده،
ناگهان ناخلود یعنی ناقوس. ناقوس یک نشانی است در پزشک دیگری که بارها افتاد در زندگی خودش ساعت نوشتنش رو به زنگ شبانه تشبیه کرد. اما ادبیات رو در یک سو می‌بینی به اصطلاح مسئلهش اصلا بارها در یاد داشته. مسئله من این است که در وجودم رو مجبورم دو پاره کنم، نمیتونم، یا باید دو پاره کنم یا تنجیل بمونه و هیچ کدومش برای من قابل پذیرش نیست. یک سو ادبیات و گرایش به ادبیات، یک سو گرایش به زندگی و تشکیل خانواده هست. یکی از پرکشمکش‌ترین روابطی که یک فردی با زنها و نامزدها خودش داشته رابطه کافکا هست با میلنا، با پلیسه باور، با ریزیزیک و کسانی که در زندگیش بودن. این نامه ها به ویژه نامه های به میلنا که خیلی برش تأکید کردن، چون خودم مترجمش هستم، واقعا نامه های به میلنا رو والتر بنیامین منعقدین بزرگ گفتن و هیچ کدام از نامه های کافکا، کافکا خودش رو اینقدر که در برابر میلنا عدوان کرده عدوان نکرده. ماکس فروت نامه های میلنا رو عاشقانه ترین نامه های جهان میدونه. کافکا بارها بیان کرده که زندگی چیزی در سر من، در درونم هست، در درونم چیز وحشتناکی است که من برای نجات از اون باید خود رو دو پاره کنم ولی نمیتونم، نمیتونم هم این هم آن باشم و نمیتونم نه این و نه آن باشم. و حتی در کتاب نامه های دیمینا که الان من همراه متاسفانه نیوردم، کاریکاتوری، تصویری کافکا کشیده در یک از این نامه ها به برای میلنا که یک موجودی رو نشون میده در یک دستگاهی که از دو طرف دارن دستهاشون میکشن، از یه طرف هم دارن به درون فشارش میارن. در جای دیگه خودش رو تشبیه میکنه به سن سباستیان قدیس که نیزه ها از هر سو برش باریدن میگیره. تصاویر دستشلوش، قصر، قفل، جیره، دارخیش، قفس از استعاره ها و نشانه های مهم و مکرر در آثار کافکاست. ما برای شناخت یک نویسنده هیچی از راه همون این هست که ریفرین ها و اصطلاح ترجیع بند ها و مؤلفه ها و چیزهایی که مکررن تکرار میشه اینها رو رصد کنیم و پیگیری کنیم. ما میبینیم که دارخیش در کلونی محکومان، محکوم رو که کوبیدن و بر یک دستگاهی که صادق قدرت ترجمهش کرده دارخیش، در همه آثار کافکا یک نوع اسارت، یک نوع زنجیر بودن. هنرمند گرسنگی در قفس باغ وحش اسیر هست. در داستان نقب که یکی از آخرین داستانهای کافکاست که امیدوارم با پزشک دیگه در اینجا بتونم یه خورده دربارش توضیح بدن، جانور گولاسای شبیه موشکور در زیر زمین برای خودش یک حفره درست میکنه که کاملا از جهان بیرون مسدود بمونه. به پزشک دهکده برمیگردیم. پزشک دهکده دو خانه داره، یک خانه که درش آرمیده، یک خانه آسایش هست، یک جای خانواده است، جای زناشویی است، جای روابط انسانی است. این روابط انسانی کلی است، روابط بین مرد، روابط بین زن، رابطه با دیگری است. از خوبدانیه پزشک در خانه اولش ما میبینیم که مهتری بیرون میاد و این مهتر قصد تملک روزا خدمتکار داره، تملک بازور. این خوبدانی تاریک و نهفته در واقع در جای دیگری گفتم که در پزشک دهکده خوبدانی، مهتر، اسبها، بیماری که در خانه دیگر هست، همه خود دکتر هستن، خود پزشک هستن. ببینید در
داستان‌های کافکا چیزی که یکی از نکاتی که ما رو مجاب میکنه که کافکا اساساً مسئلش مسئله الوهیت فرازمینی نبوده نحوه روایت تمام آثار کافکا تک پرسپکتیوی است، یعنی همه ماجرا از پرسپکتیو و دیدگاه یک نفره، نه اینکه راوی اول شخص باشه، راوی او هست، راوی کا هست، ولی همه صحنه ها در جایی است که کا یا کی حاضر هست. راوی دانای کلی که در فراز داستان باشه، مثل فرض کنید جنگ و صلح تولستوی یا راویان داستانهای بالزاک و ادبیات قرن 19، ما در آثار کافکا نمیبینیم. در آثار کافکا همه چیز از یک پرسپکتیو، خود دیدگاه بیان پرسپکتیویزم است. پرسپکتیویزم که نیچه متفکر دیگر قرن 20 اون رو به عنوان دلیل علیه تمام تاریخ متافیزیک و مطلق‌گرایی‌ها عرضه میکنه، یعنی تمام تاریخ متافیزیک و ادعای حقیقت رو به محاکمه میکشه، میگه حقیقت اگر قرار باشه چیزی باشه فراگیرنده و کلی و مطلق، هرگز دسترس‌پذیر برای ما نیست، چون ما جز از دریچه دیدگاه خود جهان رو نمیتونیم ببینیم. آیا ما میتونیم لحظه ای از دریچه دیدگاه خودمون و به قول کافکا از میله های آهنی ذهنیت خودمون رها بشیم؟ این رهایی البته بحث در عرفا بحثش کردن، دیروز هم اتفاقا یک جایی بودیم که صحبت بود با یکی از آقایونی که اساتید بزرگ دانشگاه هستن و خیلی در باره عرفان تحقیقاتی کردن، به صحبت از انسان معلق می کردن و ما یک خورده با ایشون اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست، چنین چیزی لااقل تجربه شده برای منی که در مقابل شما دارم صحبت می کنم نیست. ما در یک فراداده ها، در یک بوده ها، در یک سنت، در یک فرهنگ به دنیا آمدیم. اگر بنده و شما به جای یک نقطه ای در ایران و زمانی که قرن 20 متولد شده بودیم، در سال 1900 و سال 1821 در روسیه شوروی به دنیا اومده بودیم، حالا خیلی چیزام تفاوت داشت. حالا وقتی میترسیدیم در مقابل چیزی که میترسیدیم، به جای گفتن بسم الله صلیب میکشیدیم. خب این پرسپکتیویزم و وقتی روایت همه آثار کافکا روایت تک منظری هست، خود این نشانه یک نوع اعتقاد نویسنده است، یک نوع گرایشی نویسنده است که اصلا علاقه نداره مثل فرض کنید رودولف اشتاینر یا مثل کیرته بود یا مثل مارتین بوبر یا عرفا صحبت از ساحتی متعالی فراگیر بالاتر بکنه. مسئله من مسئله خودم هست، درگیری خودم با جهان است. یک جمله در تمام قصر هست که شاید دعویدی من تمام قصر رو تفسیر کنه و اون زمانیست که مساکا میگه من حق خود را میطلبم. و در سایر آثار کافکا هرگز شخصیت اصلی چنین جمله ای رو نگفته. گفتم در قصر فعال میشه، شجاع میشه، در جاهای دیگه در واقع این متهم هست که به دنبال قاضی میدوه. قاضی کاری به متهم، شما در محاکمه دقت کنید، در محاکمه مفتش ها در ثانی اول ظاهر میشن میرن، اصلا جوزفکار با حال خودش راه میکنن. بعد این جوزفکار هست که دائما دنبال این مقامات بسیار مضحک و مسخره و حتی کمیک و تنظامیزه این داستان، جوزفکار هست که دنبال اینها میدوه قفص، به جو قفص این به جستجوی پرنده ای رست. از جملات قصار کافکا هست، قفص به جستجوی پرنده ای رست.
این قفص ذهنیت ماست، این قفص اسارت ما در پرسپکتیو شخصی ماست. بنابراین در پزشک دهکده من یه بار اینجور گفتم و توضیح هم دادم برای ادعای خودم در همین کتاب سری در جان کافکا که خوکدانی خود پزشک هست. حتی از پای ایردیش، اون ایردیش از پای که میگه یک اسب زمینی و از پای نازمینی، باز خود پزشک هستن. اون بیماری که در خانه دومه خود پزشک هست. پزشک در خانه اولش بنده ناخ دروخه یا ناخوش به صدا در میاد، پزشک رو فرا میخوانه به خانه دومش و از پای نازمینی و زمینی قرار پزشک اسب خود پزشک، یعنی اسبی که همیشه باهاش به عیادت بیماران میرفته بیمار شده از کار افتاده، یک اسبهای جدیدی برایش عرضه میشه از خوکدانی یا یک نهانگاهی که حالا تفسیر نمی کنیم که نهانگاه نفس، نهانگاه ناخداگاه، و با این اسبها به سرعت برقاسایی به یک چشم برهم زدن در خانه دوم هست. در خانه دوم بیمار خوابیده با یک زخمی بر سینه یا زخمی بر پهلو، زخمی که در اول کوچک هست و بعد این زخم بزرگ میشه. زخمی چون یک برگ گل روز. بنابراین روزا در اینجا هم تکرار میشه در داستان در خانه دوم. پزشک میگه به من ارتباطی نداره شفا دادن این بیمار. شفا دادن اصطلاحی است که بارها خود کافکا به ادبیات نسبت میده. ادبیات رو نوعی دعا، نوعی طلب شفا، نوعی برون جستن از صف قاتلان میدونه. احتمالاً خانه دوم همون خانه هنر هست، خانه ادبیات هست. در اونجا زخم بزرگ سرباز کرده، بیمار در بستر خوابیده و به پزشک میگه میتونی منو نجات بدی. کلمه رتن یا نجات در داستان پزشک دهکده سه مفهوم و سه دلالت مختلف داره. یک جا نجات بیمار زخمی میگه میتونی منو نجات بدی، یک جا اونجا که پزشک میگه چگونه من روزا رو از دست مهتر خبیث نجات بدم، و یکی اونجایی که درباره نجات خودش حرف میزنه و میگه خودم رو چگونه در این سرگردانی بین دو خانه نجات بدم. پزشک دهکده یکی از داستانهاییست که خیلی خوب میتونه از داستانهاییست که مورد علاقه کافکا بوده و به پدرش تبدیل میکنه، از داستانهای تمام شده یا کافکاست، چون اکثر داستانهای کافکا ناتمام هست. یکی دیگه از آثار کافکا که شاید بیانگره چیزی باشه که من بهش میگم فروبستگی و قفل شدگی و انجماد انسان معاصر در برابر اولویت. این وقتی میگم انجماد، به این انجماد انسان این نیست که فرض کنید کافکا در زمان کافکا افراد مؤمن بودن، کلیسا میرفتن، کنیسه میرفتن. کافکا بی اعتقاد بوده، میگفته اینا وضعشون از من بدتره. اینه که من در آقا اینا رو به نور خودفریدی میده در اینا. به همین دلیله که والتر بنیامین حرف نهاییش در تفسیر کافکا اینه که کافکا هرگز فریب وسوسه های رستگاری رو نخورد. اساسا در زمانی که به اصطلاح در زمانی مدرن هر وقت صحبت از خدا میشه و صحبت از بارگاه قدس میشه، نهایتا به قول دورکن این بارگاه قدس، این خدا چیزی جز نفس خود ما نیست، و این سجادهی که پهن میکنیم چیزی جز سجادهی که به سوی خودمان پهن میکنیم نیست. بنابراین این نیست که کافکا فرض کنیم مخالفت با افراد مؤمن داشته باشه یا اساسا ملحد باشه یا کافر باشه.
کافکا از فروبستگی انسان مدرن در جهان بی خدا، در جهانی که به قول خدا مرده است و خدا غایب هست.